اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. روز 21 ماه مبارک رمضان، سال روز شهادت مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و الثناء است. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی هممون رو در خط اون حضرت ثابت قدم بدارد و انشاءالله توفیق زیارت قبرش رو در نجف اشرف و بهرمندی از شفاعتش رو پیدا کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عمر با برکت امیر المؤمنین علیه السلام که حدود 63 سال بوده است، تفاوتی دارد دوران زندگی ایشان با سایر ائمه از یک جهت، و آن جهت آن است که سایر ائمه زمینه حکومت، ریاست عامه و اداره کشور براشون پیدا نشد، اما امیرالمؤمنین علیه السلام حدود 5 سال رئیس حکومت بودند، فرمانداران، استانداران، مسئولین زیر دست ایشان کار می‌کردند و در این مدت 5 سال یک الگوی مناسبی برای اداره کشور، برای کارگزاران و برای ایجاد امنیت و عدالت در جامعه ارائه کردند. این زمینه برای سایر ائمه ما ایجاد نشد. امام صادق علیه السلام 67 سال عمر با برکتشونه، ائمه دیگه همینطور با تفاوت‌هایی که دارن از نظر سنی، اما زمینه ایجاد نشد و همواره یک حاکم ستمگری در زمانشون بود. امیرالمؤمنین علیه السلام این حدود 5 سال، این فرصتی رو که پیدا کردند، بنده میخوام یه قدری امروز در این رابطه و در رابطه با مدیریت اون حضرت نسبت به کارگزارانش، ادارات، مسئولین، نکاتی رو عرض کنم. دلیلش هم 2 چیزه. یکی این که به هر حال روز 21 مخاطبین ما با روزهای دیگه یه قدری فرق دارن، ادارات تعطیله، بعضی از مسئولین، بعضی از کارمندها، کارگزارها هستن توی برنامه. و نکته دوم این که بخشی از گرفتاری جامعه ما از مشکلات ادارات ماست. فراوانم مردم به ما میگن که چرا در این رابطه صحبت نمیشه. بخشی از بی‌عدالتی، بخشی از در واقع برخوردهای نادرست، نارضایتی و بخشی از بدبین کردن مردم نسبت به نظام و انقلاب ناشی از برخورد ادارات ماست. حالا به هر حال هر کسی گذرش به یک جایی میفته، یکی بیمارستان، یکی شهرداری، یکی استانداری، یکی مثلا ادارات دیگر، مالیات، دارایی. به هر حال نوع تعامل و برخورد که با افراد توی کار میشه، گاهی جوانهای و گاهی افراد رو نه تنها از مسائل مربوط به نظام، گاهی از دین زده میکنه. و برخی در واقع این رو و این برخورد رو به پای دین میگذارند. به همین جهت من امروز یه مقداری میخوام راجع به این دوران 5 ساله
خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و برخوردی که آقا با کارگزارانش داشته، با استانداران و فرماندارانش داشته، مطالبی رو عرض کنم. میدانید 25 ذی‌حجه سال 35 هجری مردم در خانه امیرالمؤمنین آمدند و با ایشون بیعت کردند. 25 ذی‌حجه سال 35 هجری به دنبال قتل خلیفه سوم جمعیت انبوهی جمع شدند، بیعت کردند. البته ما مقبولیت مشروعیت امام رو با رأی مردم نمیدانیم. امام مشروعیتش با خداست، میخواد مردم موافق باشن، میخواد مخالف، ولی مقبولیت امام با مردم. اگه مقبول نباشه نمیتونه تشکیل حکومت بده، کما اینکه امام حسن نتوانست. حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی زیبا تشبیه کردن امام رو به کعبه. خب کعبه رو مردم بهش مشروعیت ندادن، کعبه رو خدا جعل الله قیاما للناس، خدا رو مشروعیت داده، باعث قیام گذاشته. ولی اگه مردم نرن مکه کعبه تعطیل میشه، کسی نره تعطیل میشه. این مردم هن که الان کعبه رو سرپا نگه داشتن، یعنی به عبارت دیگر زنده و پویا نگه داشتن. ولذا حضرت زهرا فرمودن مثل الامام مثل الکعبه تو اتا ولا تعتی. امام مثل کعبه است، باید برن سراغش. اگه سراغش نرن میبینید شما امام حسن علیه السلام 10 سال نشست، خود امیرالمومنین 25 سال نشست. خب آمدن خدمت آقا بیعت کردن. امیرالمؤمنین علیه السلام یه خطبه خوانده همون روز اولی که باش بیعت شد. این خطبه رو طبری مورخ قدیمی در کتابش آورده است. طبری متوفای 310، بیش از 1100 سال پیش تقریبا، در کتابش این خطبه رو آورده که روز اول خلافت امیرالمؤمنین، برای اینکه به هر حال اینایی که دورش جمع شدن بدونن ملاک و محور تو زندگی آقا چیه، ایشون میگه آقا یه خطبه ای خواند، میاره خطبه رو که من بخشایش رو اشاره میکنم. در این خطبه آقا فرمودن ان الله انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر. مردمی که جمع شدید منو به عنوان حاکم انتخاب کنید، اولا بدانید قرآن برای من ملاک. خدا یه کتابی دارن به نام قرآن، قانون اساسی، بین فیه الخیر و الشر، هم خیر توش اومده هم شر. خودش هم می‌فرماید و هدیناه و نجدین، ما دو تا راه که از در روایات داریم، یعنی راه خیر و شر. هم می‌فرماید چه کار بکنید گمراه میشید، هم می‌فرماید چه کار کنید سعادتمند میشید. این کسایی که اومدید با من بیعت کنید اینو بدانید، قرآن اولین ملاک. بعد فرمود الفرائض الفرائض، واجبات واجبات، ادوها الالله، واجبات رو باید درست انجام بده. من نماز و روزه و مسائل شرعی مردم در حکومت من باید درست انجام بشه و بهش اهمیت داده بشه، تو حاشیه نره. بعد فرمود بادرو امر العامت و خاصت احدکم و هو الموت، به یاد مرگم باشید، به یاد قیامتم باشید. چیزی که عام و خاص نداره، رئیس و مرؤوس نداره. فان الناس امامکم، عده زیادی از مردم قبل از شما مردن، پدر شما، مادر شما، عموی شما، دایی شما، همسایه شما. فان الناس امامکم، برید قبرستون اگه باور ندارید ببینید. پس ببینید چقدر زیبا حضرت در این خطبه دارد اصول اخلاقی حکومت رو ترسیم میکنه، قرآن، واجبات، یاد مرگ. بعد فرمود اتقوا الله
فی عباده و بلاده فانکم مسئولین مسئولون حتی عن البقاء و البهاء، همتون مسئولید حتی نسبت به چارپاها، نسبت به حیوانات، انسان که دیگه جای خود، نسبت به سرزمین ها، نسبت به مکان ها. فانکم مسئولون عن البقاء و البهاء، بدونید حکومت علی تو کابینش همتون هستید، همتون مسئولیت دارید حتی اگر به یک حیوانی ظلم بشه. بعد فرمود تخففوا تلحقوا. نکته بعدی این است که سبک بال باشید، سبک بار باشید، برای خودتون وزر و وبال و سختی ایجاد نکنید تا راحت‌تر برسید، تا راحت‌تر راه رو طی کنید. اینا نکاتی است که 25 ذی‌الحجه سال 35 هجری تو اولین بیعتی که دور آقا جمع شدن حضرت فرمود، بعدم روش حکومتش رو بیان کرد. شنیدید؟ نمیخوام دیگه وارد بشم که من اینطور میکنم اینطور میکنم. خب ابن عباس، ما دو تا ابن عباس داریم، یه عبدالله ابن عباس، یه عبیدالله ابن عباس. عبیدالله ابن عباس خیانت کرد به امام حسن، به معاویه پیوست، ولی عبدالله ابن عباس نه، آخرین تا آخرین لحظات عمرش مدافع امیرالمومنین علیه السلام بود و وقتی هم که جان میداد اواخر عمرش دیگه نابینا هم شده بود، گفت خدای شاهد باشه حیات و ممات من طبق اون چیزی است که امیرالمومنین علیه السلام زندگی کرده و مرده بر اساس اون شهید شد با محبت امیرالمومنین از دنیا رفت. ایشون امیرالحاج بود از طرف خلیفه سوم به عنوان مسئولیت حجاج. خلیفه سوم فرستاده بودش مکه، امیرالحاج بود اون. وقتی برگشت دیگه دید اوضاع مدینه به هم ریخته، خلیفه رو کشتند، امیرالمومنین علیه السلام به خلافت رسیده، ظاهرا ایشون تو جریان خلافت حضرت نبود. توی عرض میکنم که مدینه که صحیحش هم همینه، تو 25 ذی‌الحجه هنوز ایام حج تمام شده دارن بر میگرده. وقتی رسید، اول روزی که رسید مدینه، دید مغیرت ابن شعبه داره از خونه امیرالمومنین میاد بیرون. مغیره یه آدم با سابقه بسیار بدیست، آدم سیاس و پرخیانتیست. میگه تعجب کردم مغیره تو خونه آقا چه کار میکنه. رفتم خدمت آقا و از حج برگشته بودم گزارشی دادم و تبریک خلافت، عرض کردم آقا این مغیره چه کار داشت با شما؟ آقا فرمود این دومین باره میاد، اومده اصرار میکنه که من هیچ استاندار و فرمانداری رو عوض نکنم. میگه بذار اینا باشن، همینایی که خلیفه سوم سر مسئولیت گذاشته یه مدتی، و یه جوری هم حکمشون رو ابقا کن که خیالشون راحت بشه که اینا هستن سر پست، یه خورده که قدرت شما محکم شد یکی یکی بذارشون کنار. این یه پیشنهادش بود. ابن عباس گفت آقا حرف قشنگی زده، حرف خوبیه، درست میگه، شما چی گفتید؟ آقا فرمود من گفتم هیچگاه خودعه نخواهم کرد، من استانداری که قبول ندارم حکم براش بزنم بعد دو ماه دیگه برش دارم، نظیر بار نرفتم. پیشنهاد دومش این بود آقا اگر همه استاندارا رو عوض میکنید باشه، با معاویه کار نداشته باشه. معاویه قویست در شام و عرض میکنم که ممکنه برای شما مسئله ساز بشه. ابن عباس گفت اینم حرف خوبیه، نصیحت، با اینکه مغیره آدم خوبی نیست ولی حرفا خوبی زد آقا، این حرف بدی نیست. آقا فرمودن نه، من اینم قبول نکردم. از همان روز حدود 60 استاندار که اینا کتاب چاپ شده تو بازار هست به نام کارگزاران امیرالمومنین، تمام اینا با اسم، با مشخصات، با نحوه عمل کردشون،
با اینکه کجا بودن، چه شهرهایی اداره میکردن، تمام اینها جمع‌آوری شده، فارسی خوب منتشر شده. خوب جوانان و جوانان اینا رو بخوانن، وقتشون رو صرف کتابهای تخیلی و کتابهای عرض میکنم که بی مبنا نکنن. یک دوره این کتابهایی که نوشته شده حدود 57 استاندار و فرماندار آقا حکم زد براشون. البته همشون هم آدمای خوبی نبودن، توشون گاهی بعضی افراد نابابم در اومدن که حالا عرض میکنم، ولی یکی یکی به فارس، به عرض میکنم که اهواز، به مدینه، خود مدینه، شهرهای مختلف، کوفه، بصره، که خود این نامه هایی که تو نهج البلاغه است به این کارگزاران و فرمانداران، امروز برای اداری های ما خیلی مهمه، برای مسئولین ما، برای مدیران کل ما، برای وزرای ما خیلی مهمه که یک الگوست، یک ملاکه. من 4-5 محور اساسی رو میخوام توی نامه های امیرالمومنین. حضرت نامه زیاد داره، به کمیل داره، به اشعث ابن قیس داره، به زیاد داره، به منذر ابن جارود داره، به مالک اشتر داره، به محمد ابن ابی بکر داره. 4-5 محور تو نامه های امیرالمومنین برجسته است. من امروز اشاره میکنم همه عزیزان گوش بدن، مخصوصا اداری ها، مسئولین، مدیران کل، استاندارا، فرماندارا، اونایی که قدرت کاری مردم دستشه. امام صادق فرمود 3 چیز اگر تو جامعه نباشه جامعه از هم میپاشه: الامن والعدل والخصب. روایت است از وجود مقدس امام صادق علیه السلام: 3 اشیاء یحتاج الناس ترن الیها. 3 چیزه که هر جامعه‌ای بهش نیاز داره، حتی جامعه غیر دینی، جامعه بفرمایید که با نظام غیر اسلامی: الامن والعدل والخصب. خصب با ساق. یکی امنیت. امنیت نباشه که مردم نمیتونن درس بدن، دانشگاه برن، کلاس برن، عرض میکنم که زندگی کنم. العدل، عدالت، و خصب، فراوانی ارزاق. خصب به معنای فراوانی ارزاق، یعنی ارزانی، گران نبودن و اینی که بتونن مردم زندگی کنن راحت. حالا اون چند تا محوری که من میخوام عرض کنم ایناست. خوب دقت کنید. 1 پرهیز از تبعیض در برخورد. متعدد امیرالمومنین تو نامه‌هاش به افراد رو نوشته بین آدمایی که بهتون مراجعه میکنن فرق نگذارید. نگو این آشناس مالیاتش کمتره، او غریبه است بیشتر. این آشناس الان اداره ما کارمند میخواد، اینو جذب میکنیم، ولو دیپلم داره، او جوان لیسانس بیکار میشه. نگو این آشناس، این دستش به جای بنده، این قدرت اجرایی داره، وقتی میاد تو اداره جلو پاش بلند میشیم، احترامش میکنیم، کارش را میاندازیم، مردم پشت در بیستن. نه، ببینید این فرمایشو. فرمود امیر المومن علیه السلام: فلیکن، این نامه 51، امر الناس اندکه فلحق سوا. امور مردم پیش تو، به استاندارش نبش، باید یکی باشه. خود امیر المومنین خب میدونید حضرت پایتخت رو آورد کوفه، دیگه هم تو کوفه مان تا شهید شد. اول مدینه بود، آورد کوفه حضرت به خاطر اینکه نزدیکتر باشه به کانون عراق و شام که اونجا بیشتر درگیری بود. مدینه مقداری امتر بود، آورد پایتخت رو حضرت کوفه، یعنی کوفه رو خود حضرت اداره میکرد. مردم و قبایل کوفه رو به 7 گروه تقسیم کرد، یعنی 7 رئیس قبیله برای کوفه در نظر گرفت. بعد بهشون گفت خود شما برید گروه های ریستر بشید. مثلا یه قبیله ممکنه 4-5 زیر شاخه داشته باشه، ولی من با این 7 کار دارم. این 7 رئیس هر کدام مال یه گروه توی کوفه. و وقت تاریخ رو نگاه کنید، نوشتن
اموالی از اصفهان آورده بودن خدمت آقا امیرالمومنین. آقا این 7 تا رئیس قبیله رو خواست. اون زمان بیت المال تقسیم میشد و بیت المال رو بین مردم پخش میکردن که خود حالا بیت المال هم یه بحثی دارد که نمیخوام وارد بشم. آقا تقسیم کرد به 7 قسمت مساوی بین 7 گروه. میدونید قبل از امیرالمومنین تقسیم بیت المال به مردم شده بود رتبه‌ای، یکی بیشتر میگیره یکی کمتر میگیره. آقا این تبعیض رو برداشت. راوی حدیث قنبره میگه وقتی آقا تقسیم کرد یک نان اضافه اومده بود، یه نان، یه تیکه نان که حالا خیلی ارزش مالی نداشت. آقا نشستن دقیق اینو 7 قسمت کرد، روی قسمت هر کدوم یه تیکه نان گذاشت که حتی تا این حد این به وقتی وارد بصره شد بیت المال بصره تقسیم کرد 700 درهم 700 درهم به مردمی که در اونجا بودن، که باز در روایت دارد یه 700 درهم هم سهم خود آقا شد ورداشت. اینم یه کسی رسید بهش پول نرسیده بود، آقا اونم بخشید به اون شخص. آقا امام حسن امروز وقتی اومد مسجد به مردم گفت، تو جمع مردمی که گریه میکردن ناله میزدن، آقا فرمود مردم دیشب کسی از دنیا رفت که از مال دنیا هیچی برای خودش نینداخت، کسی از دنیا رفت که هیچ پشتوانه مالی از خودش باقی نگذاشت و زندگیش اینگونه بود. خیلی تأکید داشت اینو به صاحبان ادارات، مدیران، وزرا، مسئولین عرض میکنم، مردم براتون مساوی باشند، یکسان باشند. دوران خلافت آقا امیرالمومنین با یک مرد غیر مسلمان یهودی، شاید عرض کردم این قصه رو اینجا، زره آقا رو برده بود. وقتی آقا زره و دست او دید رفتن پیش شریح قاضی، قاضی شریح یه قاضی با سابقه ایست. وقتی نشستن پیش شریح این یهودی و امیر المومنین که خلیفه است، قدرت نفوذ داره، چرا بعضیا از نفوذشون توی دادگاه استفاده میکنن، چرا بعضیا از نفوذشون توی مسائل قضایی استفاده میکنن، اجازه نمیدن احکام خوب پیاده بشه، جلوگیری بشه. دیروز یه وکیلی آمده بود پیش من، یه پرونده یه قاچاقی آورده بود، پرونده زیاد داشت، منتها یکیش رو به من نشان داد. در تهران دیروز بودم میرفتم برای مشهد، من خوندم پرونده، یک پرونده یه قاچاق سنگین با عرض میکنم که صدها کیلو هروئین و تریاکی که قاچاق شده، قتلی که صورت گرفته، جریاناتی که بود. گفت نگاه کن به من چه مبلغی پیشنهاد کرد، مبلغ بسیار بالایی که من فقط بتونم اعدام و تبدیل کنم به حبس. گفتن هر چی بخوای بهت میدیم، میلیاردها تومن، تو فقط این پرونده که حکم میشه اعدام تبدیل کن به حبس. خب ایشون آدم متدینی بود، آدم مؤمنی بود، من این کارو نمیکنم. ولی همه اینطور نیستند، همه در واقع نمیتونن در مقابل این مبالغ بالا کوتاه بیان، گاهی گول میخورن بعضیا. شریح قاضی یهودی، امیرالمومنین، خلیفه اومدن مقابلش نشستن، آخرم شریح به نحو اون به نفع اون یهودی رأی داد، چون آقا امیرالمومنین شاهد نداشت. زره اصلا یهودی تعجب کرد وقتی آمد بیرون، گفت آقا این زره مال شماست، شما که میدونی. آقا فهمیدن خب نتونستم شاهد بیارم، شاهدی آورد امام حسن، شاهد آورد شریح قبول نکرد. و فرزندتون شهادتین گفت، مسلمان شد، یهودی زره رو برگردوند. این یک اصل، اصل عدم تبعیض. خوب دقت کنید اینایی که عرض میکنم. اصل دوم تو حکومت امیرالمومنین پرهیز از رشوه و هدیه، چیزی که الان بافت اداری ما متاسفانه، نمیگم همه جا، بعضی ادارات اقتضای رشوه نداره، مثلا آموزش پرورش، مثل آموزش عالی، اداراتی که بیشتر خدمت میدن نه تولید مالی،
ولی قوه قضاییه، شهرداری ها، استانداری ها، اداره مالیات، مراکزی که پول درش در واقع میچرخه، در آموزش و پرورش و آموزش و نیروی انسانی است. البته اونجا هم ممکنه در جذبه دانشجوی دکتری در ثبت نامی اتفاق بیفته، ولی خیلی کم. رشوه بیچاره میکنه جامعه رو. رسول خدا فرمود فإنها محض الکفر، رشوه عین کفر، عین کفر. و در حدیث دیگر فرمود خدا سه گروه لعنت کرد، لعن الله الراشی والمرتشی، اونی که رشوه میده، اونی که رشوه میگیره، و رائش. رائش یعنی دلال رشوه، میگه 2 میلیون بذار من این پرونده رو درستش میکنم، من مجوز این ساختمون رو میگیرم، من پروانه تو برات 24 ساعته صادر میکنم. چطور میشه که یک کسی باید 2 ماه توی اداره بدوه، این دلال ازش میاد 24 ساعته برای من پروانه بگیره، ازش میاد بتونه کار، این چه واسطه ایست، چه وساطت ایست؟ نباید اینطور باشه. نیروی انتظامی، مراکزی که هست، رشوه باعث از هم پاشیدگی نظام اداری ماست. شما ببینید داستان اشعث بن قیس رو، وقتی شب حلوای زعفرانی آورد در خانه امیرالمومنین، آقا برگردوند فرمود از زهر مار بیش من این حلوا تلختر نشون داد. یا آقای استاندار بود زمان پیامبر، هدایایی براش آورد، پیغمبر اکرم خبر شد، گفت آقا هدیه است. آقا فرمود استاندارم نبودی برات می آوردن اینا رو؟ گفت نه. فرمود پس هدیه نیست، اینی که تو چون این مسئولیت رو داری. مقام معظم رهبری حفظه الله وقتی ریاست جمهوریشون تمام شد، تمام هدایا رو دادن به آستان قدس رضوی، فرمودن اینا به شخص من که هدیه نشده، به خاطر اینکه من رئیس جمهور این مملکت بودم به من اهدا شد، پس مال من نیست، مال عنوان ریاست جمهوری است. حالا که مال این عنوان تحویل موزه آستان قدس داد. رشوه بدنه جامعه رو، ببینید بنی اسرائیل چرا سقوط کردن. سوره مائده ببینید، قرآن میفرماید علما و دانشمندان یهود دو چیز باعث شد ضربه بخورن، سماعون للکذب، یکی حرف حق رو شنیدن تکذیب کردن، شنیدن خودشون میگفتن پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله، چنینه چنانه، مشخصاتشو گفتن، وقتی آمد تکذیبش کرد. دوم اکالون لسحت، سحت سین هی جیمی تی دو نقطه، آیه قرآنه، اکالون لسحت. امام صادق فرمود سحت یعنی ربا، یعنی رشوه، یعنی مال مردم، یعنی حق الناس. روایتش تو مکاسب شیخ انصاری آورد، حضرت اجازه ریخت و پاش مالی و تبعیض مالی نمیداد. اشعث بن قیس فرماندار آقا بود در منطقه آذربایجان، استاندار اونجا بود، البته آقا عزلش کرد، حالا عرض خواهم کرد. یه نامه امیرالمومنین علیه السلام بهش نوشت، خیلی بلند این نامه، کاش این مطلب نامه کوتاه، پیامش بلنده، تو ادارات ما تابلو بشه. فرمودن اشعث ان عملک لیس لک بتؤمه ولکن فی عنقک امانه، دو تا کلمه است، مسئولیت برای تو تؤمه نیست، امانته، وسیله نیست که بچه‌هات و فامیلات و مسئول به جایی برسونی، پشت خودت رو ببند. نه، ان عملک یعنی استانداری، ریاست، وزارت، مسئولیت، از بالا تا پایین بگیر، لیس لک بتؤمه، تؤمه نیست. بگی خب حالا ما که شدیم رئیس، این 2-3 ساله یه کاری کنیم برای خودمون اطرافیانم. نه، ولکن فی عنقک امانه، این امانته. این دومین رابطه حضرت با کارگزاران. نکته سوم که خیلی مهمه، نظارت و مراقبته.
آیون خواهران متعدد تو نهج البلاغه میخوانید بلغنی بلغنی. آقا میگه به من گفتن عثمان ابن حنیف فرماندار بصره سر سفره رنگین نشسته، به من گفتن فلان فرماندار پولا رو به فامیلاش داده. کی گفته؟ معلوم میشه امیرالمومنین یه سیستم مراقبت مخفی داشته. ابوالاسود دوئلی مسئول بوده، آقا نسبش کرد، نامه بهش نوشت، بلغنی به من گفتن تو صداتو بلند میکنی رو مردم، ان صوتک یعلو صوت الخصمه. دو نفر که میان پیشت برای قضاوت داد میزنی سرشون. عزلش کرد. بلغنی بلغنی متعدد تو فرمایشات و آغاز، معلوم میشه یه سیستم مراقبت دقیق داشتی. منذر ابن جارود از کسانی است که فرماندار و استاندار امیرالمومنین علیه السلام بود. 400 هزار درهم اختلاس کرد. اینطور نبود از اینجا برش دارن یه استانداری دیگه بهش بدن، بفرستنش یه وزارتخونه بالاتر، یه مسئولیت قوی تر. آقا بلا فاصله عزلش کرد، اووردش کوفه، زندانش کرد. فرمود تا قران آخر این پول باید برگرد. حالا قران تعبیل منه، درهم. جریمش کرد. بعدم فرمود ان صلاح ابیک قد قرنی، من به اعتبار بابات به تو مسئولیت دادم. بابات جارود آدم خوبی بود، من فکر کردم تو مثل باباتی. حالا شما نگو مگه امیرالمومنین علم غیب نداشته؟ چرا اشعث ابن قیس خائن، زیاد ابن ابیه خائن، منذر ابن جارودی که خیانت کرد، چرا اینا رو بهشون استانداری داد؟ نه، ائمه ما علم غیب داشتن، منتها تو این مسائل عادی رفتار میکردن، عمل به غیب نمیکردن. ملاک براشون وضعیت فعلی افراد بود. منذر ابن جارود آقا عزل کرد. منذر ابن جارود همون آدم خائن است که وقتی امام حسین علیه السلام نامه نوشت، واقعا چجور آقا از خدا بخواد عاقبتتون به خیر بشه، آقا امیرالمومنین مسئولیت بهش داد، استانداری بهش داد، نامه خوبی براش نوشت، اما لیاقت نداشت. وقتی امام حسین نامه نوشت به مردم بصره، یکی از کسایی که آقا بهش نامه نوشت منذر ابن جارود، نماینده امام حسین به نام سلیمان. نامه امام حسین وقتی آورد بشه منذر ابن جارود، این بی انصاف دست نماینده ابا عبدالله رو گرفت برد بشه ابن زیاد، گفت این آقا رو امام حسین فرستاده، اینم نامش. ابن زیاد دامادشه، یعنی دختر منذر ابن جارود زن ابن زیاد بود. ابن زیاد هم فردا سلیمان نماینده امام حسین رو تو بصره اعدام کرد، به شهادت رسوند. شهادت سلیمان المکنا به ابا رزین تو بصره به دست منذر ابن جارود فراهم شد. خب این آدم و آقا بلا فاصله از مسئولیت برش داد، برش داشت به خاطر 400 هزار درهم اختلاسی که کرده بود. اشعث ابن قیس استاندار آذربایجان بود، این نامه امیرالمومنین در نهج البلاغه و منابع آمده، همین مطلبی که عرض کردم ان عملک لک لیس لک به تومه، آقا به اون نوشتند، عزلش کردن، برش داشت. البته اونم با آقا در افتاد، آتیش جنگ صفین و اشعث ابن قیس علم کرد. میرفت موقع های اذان توی مئذنه به امیرالمومنین سب میکرد، ناسزا میگفت، رفت به معاویه پیوست. ولی خب آقا نمیتونه یک چنین کسی رو با این خیانت سر مسئولیت بگذاره. زیاد ابن ابی استاندار فارس بود، ببینید نامه آقا رو، آقا فرمودن قد اخبرنی، به من خبر دادن، انک تکثر من الالوان المختلفه فی الطعام فی الیوم الواحد، به من گفتن سفرت خیلی رنگینه، سر یه سفره چند جور غذا میچینی، چند جور طعام میچینی. به من گفتن اخبرنی انک تتکلم
به کلام الابرار، گفتن قشنگ حرف میزنی، کلامت کلام ابراره، و تعمل عمل الخائنین، ولی عملت عمل خائناست. صحبتات صحبتای ابراره، ولی عمل کردت عمل کرد خائناست. برش داشت از سر مسئولیت آقا امیرالمومنین زیاد ابن ابیه رو. اینها نظارت، دولت باید رو ادارات نظارت داشته باشه، باید مأمور غیر مستقیم داشته باشه، باید بدانه شهرداری، استانداری، اداره مالیات، اداره اقتصادی، ادارات دیگر دولتی چگونه تعامل دارن با مردم. این امیرالمومنین مکرر می‌فرمود بلغنی بلغنی، به من خبر رسیده. اینم نکته سوم. نکته چهارم و آخرین نکته که دیگه بحثو جمع کنم، مسئله اهمیت به حقوق مردم. اصل برای امیرالمومنین مردم بود، اصل مردم بود. یک زنی آمد پیش آقا به نام سوده همدانی، فرماندار به او ظلم کرده بود، خودش میگه آقا داشت نماز میخوند، سلام نمازش رو داد، تا قصه رو گفتم حکم عزلش رو نوشت. بلا فاصله فرمود برو بهش بگو بلند شه بیاد، عزلش کرد. یک زنی آمده بود به مظلمه و به شکایت پیش امیرالمومنین به نام سوده، اصل برای به مالک اشتر نوشت، مالک مردم رو داشته بود، طبقه سفلا، طبقه عرض میکنم کم درآمد، مواظب اینها باش، مجذوب طبقه اعلای جامعه نشو، امکاناتو برای اونا سوق نده. اینها حکومت امیرالمومنین، من نمیگم ما این حکومتو 100%، ولی بالاخره گفت آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما یه الگوی تقریبا 4-5 ساله از خلافت حضرت امیر با نزدیک 60 استاندار، با 10 نامه، با 10 برخورد داریم. خوشبختانه اینا ثبت هم شده تو تاریخ، کسی نمیتونه بگه نیست، همه اینا توی تاریخ آمده و این یه الگویی است که ادارات ما کمتر مردم رو اذیت کنن، دچار رشوه نشن، دچار ربا نشن، دچار تبعیض نشن، دچار برخوردهای چندگانه نشن، امکانات دولتی رو صرف مسائل جنایی و سیاسی نکنند، حذف جنایی و سیاسی نکنند، ملاک روی انتخابها صلاحیت باشه. حالا یا آقای 30 سال 20 سال سابقه مدیریت داره، توان داره، قدرت اجرایی داره، متخصص جناح منو قبول نداره، نداشته باشه، بذار این مسئولیت رو او اداره کنه، بذار این کار دست او باشه، استفاده از سلایق من دارم میگم براتون. امیرالمومنین ببینید افرادی مثل زیاد، مثل اشعث، مثل منذر، البته مالک اشتر هم داره، کمیل هم فرماندار هیت بود، اینا هم داره، محمد ابن ابی بکر هم تو فرماندارانش هست، شخصیت های بالا و والایی هستن، اما از سلایق مختلف که مثلا شوری قاضی زمان خلفاست، زمان خلیفه دوم، خلیفه سوم، آقا ابقاش کرد، برش نداشت از مسئولیت قوه قضاییه و اداره قضا، خوب کار قضاوتش تعریف کردن، از این نوشتن خوب کار میکرد. البته شوری هم نقاط ضعفی دارد، نمیخوام الان وارد بشم، تو جریان کربلا و امام حسین مطالبی براش نوشتن تو تاریخ، ولی آقا ابقا کرد. خب حالا این مسئولیت اون زمان داشته ولی توان قضاوت داره. اگر این در واقع سیستم اداری حضرت امیر که امروز من مورد بحث قرار دادم الگو بشه برای ما، خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. امیدواریم خداوند توفیق انشاءالله الگو گرفتن و عمل به سیره آن حضرت رو به هممون عنایت بفرماید. خب به همین میزان اکتفا کنیم. روز 21 ماه مبارک رمضان است. نگذاشتن آقا با این سیستم جامعه رو اداره کن. قتل علی فی محرابه به شدت عدله. آقایی که برادر میاد مقابلش، عقیل که خودش میفرماید من چهره زرد بچه های عقیل رو فراموش نمی کنم، ولی چه کنم، بیت المال
مال شخصی بود میداده، بیت المال با عقیل اینطور برخورد میکنه. آقایی که میاد توی بیت المال میبینه گردن بند رو یکی از دخترانش به امانت برده، اینقدر ناراحت میشه، به شدت با ابو رافع برخورد میکنه، میگه آقا گرو گرفتم، با ضمانت دادم، خودم این کارو کردم. فرمود اگر غیر از این بود با دختر من برخورد میکردم. آقایی که در برخورد با افرادی مثل نجاشی، نجاشی کسی بود که اگر کسی میمد به حضرت امیر توهین میکرد، بد میگفت، بلا فاصله با دو بیت شعر جوابش میداد. شاعر قهری بود، شاعری بود که شعرش در دفاع از امیرالمؤمنین بود، اما وقتی شراب خورد و عرض میکنم انحراف پیدا کرد، او رو شلاق زد. نفرمود این نجاشی یار من بوده، شاعر من بوده، از دوستان بوده. نه، اونم رب معاویه پیوست. معلوم است با این برخورد کمتر افراد میتونن کنار بیان، یعنی نمیگذارن. عامه مردم میتونن، خواص نمیذارن. خواصم نذاشتن، اشعث ها نذاشتن، اینها خراب کردن کار. امثال اشعث ها، ابو موسی اشعری ها، امثال زیاد ابن ابی ها، منذر ابن جاروت ها، این خواص باعث شدن که جامعه امیرالمومنین علیه السلام و جامعه زمان حضرت کار به اینجا برسه. ابن ملجم از خواصه، ابن ملجم از کسایی است که مورد توجه بوده، او رو تحریک کردن آقا رو به شهادت برسونه، عده‌ای رو تحریک کرد. آقا سخنرانی میکرد، اشعث ابن قیس بلند میشد سخنرانی آقا رو به هم میزد. نماز میخوان من جلو نماز آقا بعضیا مطالب ناپسند میگفتن، نگذاشتند. ولذا دیروز بود عرض کردم آقا نفرین کرد، عرضه داشت خدایا علی رو از اینا بگیر، به علی بهتر از اینا بده که مرگ است، اما به اینها خدایا بدی رو بر اینها مسلط کن تا قدر علی رو بدانند. آفتاب عمر امیرالمومنین دیشب غروب کرد، جلو چشم بچه ها و فرزندانش نفسهای امیرالمومنین به شمار افتاد، جان داد. بدن امیرالمومنین دیشب تو دل شب به خاک سپرده شد. این سومین بدنی است که تو این خانواده به شب به خاک سپرده شد. بدن اول بدن رسول خداست، تو منزل تو دل شب به خاک سپرده شد. بدن دوم بدن زهرای مرضیه است، بدن فاطمه هم تو دل شب به خاک سپرده شد. بدن فاطمه چرا تو دل شب؟ به خاطر دشمنا، به خاطر خطراتی که داشت. قبرم مخفی شد و مخفی ماند. بدن علی چرا؟ برای اینکه خوارج تهدید کرده بودن، بدن رو بیرون میارن، نعوذ بالله آتش میزنن. لذا بدن حضرت علی علیه السلام هم مثل همسرش فاطمه هم شب به خاک سپرده شد، هم قبر مخفی بود. تا نزدیک سالهای زیادی زمان امام صادق علیه السلام تقریبا قبر مخفی بود، که راوی حدیث میگه ما با امام صادق رفتیم توی بیابانی، من دیدم آقا یه جای دستش گذاشت روی یک زمین یا دارد دعا میخوند و عشق میریزد و یه خطی دورش بود، یه چند تا سنگم بود. گفتم آقا اینجا کجاست؟ فرمود قبر جدم امیرالمؤمنینه. آقا امام صادق پول در آوردن از جیب مبارکشون، این شخص توی مرحوم شیخ عباس هم آورده تو مفاتیح، پول به من دادن، فرمودن برو با این پول یه حرمی برای جدم علی علیه السلام برسون. شاید اولین ساخت و ساز حرم حضرت امیر علیه السلام توسط امام صادق علیه السلام صورت گرفت. راوی میگه تو همون بیابانی که قبر و چند تا سنگی بود، آقا امام صادق همینطور که از این سنگا فاصله میگرفت، میخواست از حرم خداحافظی کنه، هی صدا میزد انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا، عشق بریق در کنار قبر امیران. امام سجاد، امام باقر نقل میکند، پدرم دست من رو گاهی میگرفت میآورد توی بیابانی. زمان امام سجاد کلن قبر مخفی بود. میفرمود فرزندم این قبر جد مظلومم امیرالمؤمنینه، همونجا میایستاد آقا. این زیارت امین الله که معروفه از امام سجاد، بالا سر امیرالمؤمنین میخواندن، قرائت میکردن. امام هادی علیه السلام میآمدن تو زیارت نامشون میگن سلام بر تو ای اول مظلوم عالم. زیارت نامه آقا تو مفاتیح است،
زیارت‌های مخصوص رو ببینید. این الفاظی است که درباره اون حضرت به کار می‌بردند. دیشب بدنی که آثار انبان‌ها بهش بود، آثار پینه و زخم بهش بود، انبان‌هایی که شباب دوش کشیده بود، در خانه یتیم‌ها برده بود، در خانه فقرا برده بود، همونا گاهی بعضیا ناسزا به علی گفتن، اما خودشو معرفی نکرد، نفرمود من علیم. در خانه فقرای کوفه دیشب این بدن رو بچه‌های امیرالمومنین غسل دادن، امام حسین آب می‌ریخ، امام حسن غسل می‌داد، عباس عشق می‌ریخ، نگاه می‌کرد محمد حنفیه بود جلو چشم بچه‌های امیرالمومنین، بچه‌ها این بدن رو غسل دادن، تو خانه غسل دادن، هنود کردن، کفن کردن، تابوت گذاشتن، بدن رو با احترام برداشتن، آوردن همین جایی که الان زیارتگاه. خودش فرموده بود قبر من آماده است، قبریه که نوح پیغمبر برای من آماده کرده. شما زیارتم که میرید میگید سلام بر امیرالمومنین و علی زجیعیک، سلام بر دو پیغمبری که در کنار تو به خاک سپرده شدن، یعنی قبرشون اینجاست، حضرت آدم و حضرت نوح. لذا 6 رکعت نماز زیارت تو حرم حضرت امیر وارده، 2 رکعت برای اون حضرت، 2 رکعت برای حضرت نوح، حضرت آدم علیهم السلام. بدن رو امام حسن مجتبی میان قبر برد، ابا عبدالله بالای قبر، بدن بابا رو گذاشتن، صورتی که شب آروم خاک میذاشت، صورتی که از خوف خدا، از محاسن، از اشک چشم محاسن مرتوب میشد. از اصحاب سعی کردن کسی نیاد، جلسه خصوصی بود، ولی یکی از اون کسانی که آمد سعسع ابن سوهان بود. سعسع خیلی با آقا صمیمی بوده، آقام خیلی دوستش داشت، ایشونم خیلی با آقا ارادت داشت. دیشب سعسع بوده تو تاریخ آمده، نوشتن همچین که بدن به خاک سپرده شد، این خاکا رو برداشت رو سر ریخت، مرثیه خواند، امام حسن روزه خواند، اول روزه خوان امیرالمومنین سعسعه است، کنار قبر آقا روزه خواند، امام حسن عشری، امام حسین عشری. من میخوام عرض کنم آجان یا امیرالمومنین که دیشب شب شهادت شما بود، اما شب زیارتی قبر امام حسین هم بود. میخوام عرض کنم با همه این صعوبت ها بچه ها بدن شما رو غسل دادن، کفن کردن، برداشتن، تو قبر گذاشتن. دلها بسوزد برای اون بدنی که سید و ساجدین هر طرف بدن رو گرفت، یه طرف رو زمین ماند، نتونست از قتلگاه دادن رو حمل کنه. فرمود بنی اسد برام بوریا بیارید، مگر کفن به کربلا به غیر بوریا نبود، مگر حسین فاطمه عزیز مصطفی نبود، میان بوریا بدن حسین رو آوردن. وقتی هم رفت میان قبر، بدنی که سر ندارد، بدنی که سر ندارد، سر بالای نیزه، بدن بی سر رو میان قبر